بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا. امید است که در این بحبوحه پر از موفقیت ها، پر از پیروزی ها، پر از رشادت ها، همه شما عزیزان با امید به الله متعال و توکر بر الله متعال شاد و شادتر باشید و غم و اندوه عزیزانمون در غزه ما رو از اونها غافل نکنید. عزیزان، امت‌ها عموماً یک صحنه‌های بسیار بزرگ و حوادث بسیار بزرگ رو اون تاریخ خودشون قرار می‌دادند. برای ما مسلمان‌ها هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک تغییر ساختاری در روند حرکت و تمدن ما مسلمان ها بود. در نتیجه تاریخ خودمونو کردیم تاریخ هجری. قبل از اسلام حادثه اصحاب فیل یک حادثه بسیار بزرگی بود. عرب ها در اون مرحله به اصطلاح اون حادثه رو کرده بودن تاریخشون. در قرن جدید ما 11 سپتامبر رو داشتیم در آمریکا و تغییر و تحولاتی که در آمریکا صورت گرفت و جهان چهرش عوض شد. و شما اگر نگاه کنید زمان در آمریکا و غرب با 11 سپتامبر شناخته میشه. آقا قبل از 11 سپتامبر دنیا چطور بود؟ بعدش چطور بود؟ آیا قبل از 11 سپتامبر اقتصاد چه حرکتی و چه جهشی داشت؟ بعدش چی شد؟ تمدن غربی قبل از 11 سپتامبر، بعد از 11 سپتامبر، تا اینی که 7 اکتبر و اون غافلگیر کردن مسلمان های فلسطین از صهیونیست های اشغالی بود. صهیونیست هایی که آمادگی می گرفتن برای یک قتل عام در غزه و برچیدن غزه تماما از جغرافیا و زدن یک کانالی که دریای سرخ رو به دریای مدیترانه وصل بکنه و غزه رو اصلا کنن حذف بکنه، یک هو متوجه غافلگیر شدن با یک حمله جانانه از طرف مجاهدان غزه. الان وقتی که نگاه میکنید تمام سخن گویا که تاریخ از 7 اکتبر آغاز شده، چنان این رو پیشش میدن که مثلا اسرائیل میخواد بگه که 11 سپتامبر شما آمریکا در ما تکرار شد در 7 اکتبر. پس 7 اکتبر یک حکایتی دیگری داره، جهان قبل از 7 اکتبر یک سیمای خاص خودش رو داشت، بعد از 7 اکتبر جهان قبل از 7 اکتبر نخواهد بود. در این تاریخ مسلمان هایی که زیر سلطه اشغالگران بودند، غزه ای که یک زندان بود و از هر سو بسته است، یک زندان بزرگ که در اونجا ملتی در زیر ظلم و استبداد اسرائیلی ها و کشورهای همپیمان اون داشتن زندگی می کردن، یک مرگ تدریجی رو داشتند، آرام آرام به سوی نسل کشی در اونجا به پیش می رفت. اگر تک غذایی از این وری اونوری برایشون اجازه پیدا می کرد که بیاد همراه این غذا، مؤسسه های غربی بودند که می اومدن برای مسخ کردن انسان مسلمان فلسطینی، برای از بین بردن زن و مسخ تصورات انسان ها اونجا و به اصطلاح انتشار بیدینی و بیبندوباری، تلاش برای انتشار بیدینی و بیبندوباری در غزه. این غزه که چنین بر علیه اون به اصطلاح دشمن نقشه می کشید، در زیر خاک برای خودش نقشه دیگری رو می ساخت. غزه ای که هیچ چیزی برای داخل اون نمی شد مگر با اجازه اسرائیلی ها. تک نونی که می اومد، آبی که می اومد، برقی که می اومد، همه در کنترل اسرائیلی ها. وقتی هم که خواستن قطعش کردن، هم آب رو قطع کردن، هم اینترنت رو قطع کردن، هم برق رو قطع کردن، هم همه راه های ورودی رو به اونجا قطع کردن. این غزه با یک ملت علیل و ضعیفی که توش هست، تعدادشون اندک، مجاهدانی که اونجا هستند، توانمندی ناچیز، اینها تونستند با همین ضعف خودشون اسلحه های
خاصی رو تولید بکنند، عقلشون رو به کار بگیرند و آمادگی که باید باشه برای چون این معرکه رو آمادگیشو گرفتند و عدوله هم مستطعتم من قوه و آمادگی گرفتند بنابرای دستور العمل الهی برای همچنین روزی. این افراد تونستن یک معرکه و یک حماسه بیافرینند، حماسه ای که لشکری که تمام ارتش های منطقه در مقابل اون کمر خم می کنند و کسی گمان نمی کرد ارتش اسرائیلی چنین خار و زبون بشه، می دیدیم که چطور در یک ظرف 6 ساعت یک گروهان از گروهانان کتیبه حفاظ، گروهانان حافظ قرآن که همه آموزش دیده و در نمیدونی کجا اینا آموزش دیدن، در کجای زیر زمین اینها ساخته شدن، هم از نظر جسمانی ساخته شدن، هم از نظر قدرت نظامی و هم از نظر حفظ قرآن و فهم تعالیم دین و نیرو و شجاعت و دلیرمردی که فقط میتونی در افسانه ها شاهدش باشی. در ظرف 6 ساعت اینها از این دیوار آهنین گذشتن، همه اون اسلحه های جاسوسی، دوربینه ها، نمیدونم همه اون تصورات خارقی که اسرائیل از قدرت نظامی و قدرت جاسوسی خودش و استخباراتی خودش و اطلاعاتی خودش به جهان تزریق کرده بود، در ظرف 6 ساعت همش متلاشی شد. هیچ فهمیدن که همه اینها در مقابل قدرت ایمان مؤمن، در مقابل اون هدیه ربانی برای مؤمنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید نصرت به رعب مسیرت شهر، من رو خداوند متعال با وحشت، وحشتی که خداوند متعال در قلب ظالمان و مستبدان می اندازه و این رو بارها ما در تاریخ خمون دیدیم، قذف الله فی قلوبهم رعب و قذف فی قلوبهم رعب، خداوند متعال رعب و وحشت یکی از سربازان الله متعال هست در دل این بزدلان و این جنایتکاران انداخت و دیدیم که چطور متلاشی شدند. خب این اسرائیل چه است؟ اسرائیل یک پادگاه نظامی است مال غربی ها، همه غربی ها از آمریکا گرفته تا فرانسه، انگلستان، آلمان، همه لشکرهای صلیبی به داد اسرائیل رسیدن که نباید که این کیان و این سرطان از این منطقه غده سرطانی برچیده بشه، همه به دادش رسیدن که اون رو کمکش بکنن در مقابل چی؟ در مقابل چند تا مجاهدی که اون رو به این روز انداختن. طی سالیان گذشته ما چی رو داشتیم؟ طی سالیان گذشته وقتی که اسرائیل نتونست به اهداف خودش در منطقه برسه، نتونست منطقه رو ویران کنه، نتونست جنگ مثلا بین کشورها و ملتها به راه بندازه، خب از ایران و نوکر دیگرشون صفوی ها خواسته بودن که بیاد این نقش رو بازی کنه. ایران اومد عراق رو ویران کرد، سوریه رو ویران کرد، یمن رو ویران کرد، لبنان رو ویران کرد و این صحنه کلن عوض شد. خبر در دنیا فلسطین به حاشیه رفت، کسی از فلسطین نمی پرسید که در فلسطین چه جنایت هایی در جریان بود. با 7 اکتبر باری دیگر قضیه فلسطین روی صحنه اومد. یعنی چی؟ یعنی تمام این تلاش هایی که ایران در طی یک دهه گذشته انجام داده بود برای اینی که انظار عمومی رو از قضیه محوری فلسطین به طرف خودش، به طرف سرزمین های دیگه منتقل بکنه، همه اینها برچیده شد. بار دیگر مسلمان ها دوره مثلا فلسطین و مسجد اقصا جمع شدند و همه درک کردند که این حکایت جنگی بر روی یک سرزمین نیست، جنگ یک ملتی نیست، این حکایت جنگ ایمان و کفر هست، جنگ اسلام و کفر که صفها از هم جدا شد، مسلمان ها یک طرف، کافران یک طرف. اینجا بود که همه اون ارزش‌های دروغین و پوشالی که غرب برای خودش می‌ساخت، آزادی، دموکراسی، نمی‌دونم حقوق انسان، حقوق حیوان، حقوق کودک، حقوق فلان، حقوق زن،
همه اینها به یک آن متلاشی شد و همه دریافتند که این جنگ در واقع جنگ غزه نیست، این جنگ جنگ ارزش هاست، ارزش های ایمانی و انسانی در مقابل ضد ارزش ها و حیوانیت. مایی که در پی نجات انسان هستیم در مقابل چی قرار داریم؟ در مقابل یه مشت ددمنش و خونخاری که در پی از بین بردن انسان هستند، مسخ انسان، مسخ زن، مسخ مرد و مسخ انسانیت در اونها و کشوندن اونها به سوی حیوانیتی که حتی حیوانها از اون بیزارند. یعنی شما در حیوانات همجنسگرایی رو ندارید، اما اینها دارن همجنسگرایی رو به عنوان یک نماد تمدن به جامعه تزریق میکنند. این جنگ، جنگ ایمان و کفر هست، جنگ عزت و کرامت هست، جنگ انسان با ددمنیشی هست. ما در طی مرحله گذشته جنگ تمدن‌ها تقریبا داشت به پایان خودش میرسید. یک جنگی رو آمریکا شروع کرده بود بعد از کنار زدن، بعد از پیروزی بزرگ مجاهدان افغان بر اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا یک جنگی رو شروع کرد به نام جنگ تمدن‌ها، جنگ با تمدن اسلامی. و در اون روزگار یادم هست در سالهای 2001 بود، در 2001 وقتی که آمریکا با تمام قدرتش و تمام نیروهای صلیبی خودش، یعنی آمریکا با ناتو، یعنی بزرگترین قدرت صلیبی تاریخ بشر، این در افغانستان یورش برده بود، در 2001 ما تو دانشگاه یک نشستی داشتیم با برخی از دانشجویان، همین مسئله مطرح شد که الان آمریکا با ناتو، با 40 تا کشور و همه همپیمانانش تو منطقه اومده برای از بین بردن افغانستان، اینها به کجا خواهند رسید؟ یادم از در اون روزها من میگفتم ببینید عزیزان، قضیه جنگ آمریکا و افغان نیست که یک ملتی به نام آمریکایی به با و غرب و همه به جون یک ملتی به نام افغان به صلاح افتاده باشن. نه، این جنگ ایمان و کفر هست. یعنی تصور بکنید اگر در 2001 این حرف رو میزدیم که اگر آمریکا بیاد و 40 میلیون افغانی رو کلن نسل کشی بکنه و در دنیا چیزی به نام افغان وجود نداشته باشه، همه رو بکشن، آیا این جنگ تموم میشه؟ نه. شما خواهید دید که در کنار همین ملت افغانستان، ملت بلوچایی که اینجا هستند، پشتوهایی که هستند، همه مسلمانهایی که در این منطقه هستند، عرب و عجم، همه خواهند گفت اینجا سرزمین ما، سرزمین افغانستان هست. همه میگن افغانستان از ماست. در نتیجه چکار خواهند کرد؟ در پی انتقام خواهند شد و در پی اینی که، یعنی اون جهادی که ملت افغان آغاز کرده بودند اگر به ثمر نمی‌رسید و همشون به اصطلاح جام شهادت سر می‌کشیدند، اون جهاد منتقل می‌شد به چی؟ به صف دوم، منتقل می‌شد به روی ملت‌های همجوار. از ملت‌های همجوار اگر آمریکا باز می‌تونست کل بلوچ‌ها رو نیست و نابود بکنه، منتقل می‌شد به صف سوم و همینطور، و این ادامه خواهد داشت تا اینی که ملت مسلمون سرزمین خودشون رو آزاد بکنن. اینها سرزمین های ماست. الان شما میبینید که قضیه چه است؟ همه ملت های دنیا در همه جا مسلمون ها در تظاهرات میلیونی شرکت میکنن و همشون میگن که اقصا مال ماست، قدس از آن ماست، اقصا از آن ماست. اینجا یک جنگ، جنگ چه است؟ جنگ دینی است، جنگی هست که صلیب بر علیه اسلام شروع کرده، جنگی که بیت الابیض بر علیه خانه الله شروع کرده. این کاخ سفید هست که بر علیه خانه الله، بر علیه کعبه به اصطلاح این جنگ رو داره مدیریت میکنه. خب این جنگ نهایتش چه خواهد شد؟ آیا مثلا تصور میره که مثلا اسرائیل با بمب شیمیایی بزنه و اهل غزه رو همشون رو بکشه؟ خیلی عادی هست، برای اونها عادی است. یعنی این جنایت هایی که شما در اسرائیل میبینید، این جنگ نیست، این نسل کشی است. چه جنگی است که طرف نشسته مست توی پدافند هوایی خودش میاد و تق 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 بیمارستان ها رو از بین میبره، ملت رو در بازارها، در مساجد، در کلیساها، در همه جا کشت و کشتار رو تموم شد رفت.
تا الان دشمن نتونسته روی میدان بیاد. چرا نمیتونه بیاد روی میدان؟ همین وحشتی که خداوند متعال در قلب این مثلا جنایتکاران انداخته. اینها یعنی سرباز صهیونیستی میاد توی اون تانک 6 میلیون دلاریش پنهان هست، تانکی که از هر سو در بعد به اصطلاح 360 زاویه همه جا رو در دیدگانش هست، جلوی روش میبینه، از بالا هواپیماها هواش رو دارن. با این وجود میبینید که مجاهد از کجا میاد بیرون، تانکر رو منفجر میکنه و صهیونیست ها رو میبینید که دق مرگ میشن، از ترس میمیرن قبل از اینی که به اصطلاح تومه گلوله ها یا آتشین مجاهدان باشن. پس این رعب و وحشتی که به اصطلاح در اینها خداوند متعال انداخته، رعب چرا که اینو میدونن جایشون اینا اینجا نیست. این جنایتکاری که در اسرائیل داره انسانها رو میکشه، این جنایتکار اسرائیلی خودش میدونه این برای چی اومده. این از کشورهای خودشونه، از اروپای شرق و غرب، همه جا اینجا اومدن. واسه چی اینا اومدن؟ برای آسایش نیومدن که اینجا بمیرن. به اینها گول زده بودن صهیونیست‌ها که آقا اینجا بیایید، چون اینجا زندگی است، بیایید آقا خونه های فلسطینی ها رو تصاحب بکنین، مالشون مال شما، خونه هاشون مال شما، اسلحه نظام بهتون میده و شما بیایید اینجا مردم رو بکشید، مال ثروتشون رو به تاراج ببرید، زندگی خوشی رو داشته باشید. اینا برای این اومدن، برای رقص و پایکوبی بوی اومدن، برای خوشگذرانی و آسایش اومدن، نیومدن که اینجور کشته بشن. الان میبینید که اینها در حال فرار هستن. یعنی وقتی که از به اصطلاح بن گوریون پرسیدند که شما خوب اسرائیل رو درست کردید، فکر میکنید که این اسرائیل کی تموم میشه؟ گفته بود با اولین شکست در جنگ. و الان شما این رو میبینید، با اولین شکستی که در یک ساعت 6 ساعت در هفته اکتبر، بعد از اون ببینید چه اتفاق افتاد. بعد از اون این سیر شکست هایی هست که شما در اسرائیل میبینید روزانه، فقط در جنگ رو در رو، یعنی در هزینه‌ای که اسرائیل در جنگ پرداخت میکنه روزانه بیش از 260 میلیون دلاره. هزینه هایی که در به اصطلاح هفته متحمل میشه، هر هفته 600 میلیون دلار، در ماه بیش از 11 میلیون دلار. کل به اصطلاح کمک هایی که آمریکا تونسته به اسرائیل بیاره و به اسرائیل کمکش کنه 14 میلیون دلار. یعنی شما میبینید که این روند این جنگ چه هزینه‌ای برای اسرائیل داره. این فقط هزینه هایی هست که روی میدان معرکه داره پرداخت میشه. حالا غیر از هزینه های به اصطلاح بازار از کار افتاده، زندگی کلن فلج شده، کارخونه ها از کار افتادن، ارزش پول پایین اومده، به هر حال که کشور کلن نظام صهیونیستی فلج هست، هیچ حرکتی وجود نداره، نه مدرسه ای، نه دانشگاهی، نه بازاری، نه مثلا کارخانجاتی، نه کشاورزی، نه هیچی، همه متوقف شده. چرا؟ چون همه در فکر فرار هستند. کجا برن؟ اونهایی که هنوز فرصت دارن با مثلا پاسپورت های کشورهای خودشون رو دارن فوج فرار میکنن. حالا اینایی که فرار میکنن، اگر فردای روزگاری اسرائیل بخواد اینها رو برگردونه، به هیچ قیمتی اینها بر نخواهند گشت. اینها مرگ رو دیدن و از مرگ فرار کردن. این کشته هایی که مثلا نظام صهیونیستی متحمل شده. بله، درد در غزه شدید هست، اما دردی نیست که مثلا ما این کشتارها رو توی چی داشته باشیم، توی جنگ از ما گرفته باشن. نه، این یک نسل کشی هست که اسرائیل در پیش بود. الان اگر مجاهدان با اون بجنگند یا نجنگند، اون هدفش همین هست، با هواپیما، با موشک بیمارستان زدن، کسی که بیمارستان ها رو میزنه، کسی که خانه های مردم رو میزنه، کسی که بازارها رو میزنه، اون یک بزدلی هست که نهایتش هست، نهایتش نابودی است. تا که
آیا اسرائیل و غرب میتونن 2.5 میلیارد مسلمون رو بکشن؟ الان در جهان 2.5 میلیارد مسلمون در یک شوق و شوری هستن که میتونن به برادرشون در فلسطین کمک کنن. این یک امت واحد هست. این امت واحد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون رو تصویر میکشه که شما امت واحدی هستید، المسلمون امت واحده تتکافأ دماؤهم. اینا مسلمان ها اینجوری هست، یعنی یک سرزمینی که سرزمین مسلمان هاست این رو جزی از خودشون میدونن، جزی از دینشون میدونن، جزی از هویت و وجودشون میدونن. وقتی که مسلمان ها در افغانستان با اتحاد جماهیر شوروی در افتادن، شوروی ها خواستن افغانستان رو اشغال بکنن، 2.5 میلیارد مسلمان پشت افغانستان وایساده بود. همه مسلمان ها از این بر و اون بر، هر کسی که توانی این رو داشت که مرزها رو بشکنه و خودش رو به افغانستان برسونه اومد، از چهار سوی دنیا اومدن. الان نمیشه این 2.5 میلیارد رو زندانی کرد. الان شما میبینید همین 2.5 میلیارد مرزها رو شکستن، مرزهایی که اعتباری نداره. الان همه با غزه هم درد هستند. این وهمی که گذاشته بودن، این کشورک هایی که ساخته بودن، همش از چشم مردم افتاد. مرزها از چشم مردم افتاد، دولت ها از چشم مردم افتاد، صف های علما و نخبگان و جماعت های اسلامی و حزب ها و گروه ها کتگوریش عوض شد، رده بندی شد که کدوم با غزه است، کدوم مؤمنه، کدوم مشرکه، کدوم اهل ایمان هست و کدوم با دشمن هست. آمریکا و غرب همه شعاراشون از بین رفت، فهمیدن که همه اینها در جنگ با مسلمون ها هم دستن. همه غرب و شرق میبینید که در جنگ با مسلمون ها یک جبهه رو به اصطلاح تشکیل دادن و طوری با این جنگ با اومدن که انگار که جنگ خودشون هست. در واقع مجاهدان غزه یکی از بزرگترین به سلام موفقیتی که به وجود آوردن این بود که انسانهایی که گول خوردن، به خصوص نخبهان خواب جامعه اسلامی رو بیدار کردند که این غرب، این شعارها، این حرفها، این دغلبازی های سازمان ها، یه نمیدونم جهانی فلان، این شما رو گول نزنه. در دنیا چیزی به نام سازمان ها یا نظام جهانی وجود نداره. اون چیزی که وجود داره قلدوری هست. 5 تا قلدور تو سازمان ملل نشستن، اینا هرچی بگن حرف ایناست. اگر یکی از این قلدورها نمیتونم موافقت نکرد با چیزی، خلاص وتو میکنه، تموم شد. آقا 500 کشور دیگه هستن، کسی بهشون بها نمیده، شما کی هستید؟ پس دنیا قلدوری است، دنیای قالتاقی است و نجات این دنیای قالتاقا وظیفه هر مسلمونی هست و این رو ما در این نسل ها میبینیم. این نسل هایی که الان ساخته میشه، مسلمون هایی که الان شما میبینید، جوانک هایی که میبینید، پسر بچه هایی که میبینید، اینها در تاریخ بیمانندن. به خصوص الان که سوشل میدیا این حرکت و توان خودش رو داره، یعنی ما چون این صحنه هایی رو در افغانستان هم شاهد بودیم، اما اون زمان سوشل میدیایی به این وسعت وجود نداشت، رسانه به این وسعت نبود، در نتیجه تصاویر به همدیگه به مردم نمی رسید. اما الان نه، الان با گسترش سوشل میدیا و باز شدن، پاره شدن مرزهای آسمانی، شما چیزای عجیبی رو میبینی. بچه کوچیک غزه‌ای رو میبینی که دارن پاش ازش کنده شده، جسمش دیگه پاره شده، دارن عملش میکنن، شکمش رو پاره میکنن و پزشکان هیچی در اختیار ندارن که اون رو بیهستش بکنن، بیهوشش بکنن. میبینید که این بچه داره قرآن میخونه با صدای بلند و پزشکا کار خودشون رو میکنن. میبینید بچه کوچیک که 5-6 ساله میاد برای برادر دیگه اش که کوچیکتره و
بمب هر دو تا تیک پاره شدن، اما این احساس میکنه که برادرش شاید جانش رو از دست بده، داره بهش میگه که بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یعنی داره اون رو تشویق میکنه به کلمه شهادت. این هویتی که در تار و پود این ملت بافته شده بود، این قدرتی که در این ملت میبینی، طرف اومده بچه هاش همش جلوی دیدگان شهید شدن، دیگران رو میبینه که گریه میکنن، میگه نه گریه نکنید، این جای فخره، جای افتخاره، اجازه نمیده که کسی اشکش بیاد. چرا؟ چون نمیخواد که به دشمن این حس رو بده که تو تونستی به ما ضربه ای بزنی و ما. نه، چرا؟ چون مفاهیم خوانده شده، مفاهیم دیده شده است، مفاهیم ایمانی، مفاهیمی که ایمانت به تو میگه آقا حق نداری، حق نداری که گمان بکنی اینا کشته شدن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. تو حتی اجازه نداری که گمان بکنی این ملت اینا مردن. نه، چرا؟ چون که ما حضرت ابوبکر وقتی ما رو تربیت میکرد چی میگفت؟ میگفت که شما احرسوا على الموت تو قبلكم الحیات، در فکر مرگ باشید تا زندگی به شما داده بشه. ما ملتی هستیم که چنین عاشق مرگیم، عاشق شهادتیم. یعنی ما 2.5 میلیارد وقتی این عزیزان رو میبینیم که اونجا تیکه پاره میشن، خواب و آرامش از ما رو بوده شده، در چه فکریم؟ ای کاش که ما اونجا می بودیم، ای کاش که می تونستیم از عزیزانمون دفاع کنیم، ای کاش که ما در کنار اونها می بودیم، ای کاش که ما در کنار اونها جان می دادیم. چرا؟ چون که مقامای عالی کجاست؟ اولئک الذین انعم الله علیهم، اونهایی که نعمتهای بزرگ الهی به اونها ارزانی داده شد. چه کسانی هستن؟ من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین، بزرگترین پیامبران. این نبوته، نبوت هدیه الهی، سرمقام الهی است برای پیامبران و تموم شد. یعنی هیچ کی که از ما نمیتونیم پیامبر بشیم، اما میتونیم صدیق بشیم. این صدیق مقام بسیار والایی هست که انگشت شمار افرادی بتونن مثل ابوبکر باشن. اما بعد از صدیقان چه هست؟ شهیدان، مقام شهیدان. این مقام رو ما میتونیم به درس بیاریم؟ نه، بلکه ما آرزوش داریم. حتی پیامبر وقتی از یاران پرسید که شهید کیه، گفتن اون کسی که در راه الله شمشیر به دست میگیره و جهاد میکنه و در جهاد جانش رو از دست میده. فرمودن پس شهیدان امت من اینجوری که شما میگید خیلی کم خواهند بود. بعد اعلام کردن که افرادی دیگه ای هستند که جز شهیدا هستند. نمونه هایی رو پیامبر ذکر کردن، از جمله اون نمونه ها الذي يسقط عليه الردم، اونی که زیر آوارها جانش رو از دست میده. همه اونهایی که زیر این آوارها، زیر این ظلم و ستم و استبدادی که غرب و شرق به صبر علیه ما را انداختن کشته میشن، همه اینا شهیدن. ما حق نداریم گمان کنیم، فقط تصور بکنیم که اینا مردن. نه، اینها زنده اند و پیش الله متعال روزی خودشون رو دریافت میکنن. یعنی اما ببینید که اینها چه تصور ما رو باز کردن. مفهوم جهاد فی سبیل الله کلا گم شده بود. کسی حرف از جهاد میزد فورا میگفتن آقا این تروریسته، این فلانه. در بین مسلمان ها میدونی به فلانی میگفتن آقا این جهادیه ها، جهادی انگار که فوشه. الان میبینی نه، همه مسلمان ها جهادی شد، همه مسلمان ها دریافتند که این جنگ چه جنگی هست. دیدن با چشای خودشون که امین غربی که داره تمام دارایی ما رو توی آفریقا، توی آسیا میمکه، خون ما رو میمکه، دارند ما رو چپاول میکنند، ارتشهایی ساختند از فرزندان ما که دارند نوکری اونها رو میکنند، غلامان حلقه به گوش اونها دارند جون ما رو میگیرند، تمام آسایششون، ثروتهاشون، داراییشون از دزدیهایی هست که از سرزمینمون میبرند.
با این وجود ببین که ما رو چطور در غزه میکشن، چطور ما رو در ادلب و در سوریه و در عراق بمباران کردند و کشتن، چطور در افغانستان چنین جنایت ها ساختن. یعنی ببین که اینا چه حقد و چه کینهی در دلشون بر علیه ما دارن، در حالی که تمام زندگیشون، وجودشون، رعاساییششون مدیون اون چیزهایی هست که از پیش ما میبرند. این جنگ در واقع جنگ وجود و عدم وجود هست. یا اسرائیل میبره و ما میشیم هیچ، یا ما باید ببریم و اون بشه هیچ. و این چیزی که صورت خواهد گرفت، چرا که ما استمرار یک امتیم. یعنی ما 2.5 میلیارد مسلمون هممون میگیم اقصا از ماست. یعنی اگر یه روزی بیاییم چشامونو باز کنیم، توی دنیا یک فلسطینی وجود نداشته باشه، اصلا توی دنیا یه عربی وجود نداشته باشه، آیا فکر میکنید که دیگه قضیه اقصا به دست یهودا افتاد و مال خودشون خواهد بود؟ ما اقصا رو به عنوان قبله خودمون میدونیم و این یک جنگ، جنگ یک جهاد هست برای به دست آوردن ارزش‌های خودمون. اون کسی که اومده سرزمین ما رو به تاراج برده، دین ما رو به تاراج برده، نمیدونم آداب و رسوم ما رو به زمین زده، اون باید بره. اگر ما 2.5 میلیارد در این مسیر کوتاهی بکنیم، همین وظیفه رو منتقل میکنیم به چی؟ به نسل بعدی. نسل بعدی ما 2.5 میلیارد نخواهد بود، اون 5 میلیارده. نسل بعدی نتونن به نسل سوم. اما این قضیه پایان نداره مگر پیروزی. باید ما پیروز بشیم. سیستم ما اینطوری است، کسی میخواد قبول بکنه، کسی میخواد قبول نکنه. پس اینجا و واقعی امر هم داره همین رو نشون میده. اصل وجود اسرائیل الان زیر سوال رفته. اسرائیلی و اسرائیل و اسرائیلی هست که داره از منطقه به اصطلاح فرار میکنه. همه فهمیدن که اینجا جایی برای اونها نیست و جهان دو صف شد، صفی که با غرب و آدمکشی و قتل و غارت هست و صفی که با مسلمان ها و مؤمنان هست. در این میان در بین خود مسلمان ها یه مترسک هایی پیدا میشن. این مترسک ها یا عروسک های خیمه شب‌بازی که کسای دیگر اینا رو میچرخونن، شکل و قیافش مسلمونه، هدف از اسلام میزنه، قال الله و قال رسول هم نقل مجالسش هست. اما الان نه، الان مشخص کرد که نه، از کسی دیگه است، از ما مؤمنان نیست، اون تو صف صهیونیست هاست. اونی که میاد مثلا به مجاهد توی صحنه میگه که آقا جهاد تو بذار کنار، اسلحه تو بذار کنار، بیا توی میدان، آقا مردم رو تربیت کن فلان. این بیچاره نمیدونه که مفهوم تربیت کجاست. چه کسی در بین این امت بچه‌هاش رو مثل مادران فلسطین و مادران افغانستان رو تربیت کرده است؟ اینها مفهوم تربیت رو فهمیدن. اینها که میدونن تربیت و قرآن برای زندگی است. قرآن کتاب زندگی است. قرآن کتابی نیست که ما اون رو بگیریم و تو دیوار بخونیم. نه. حضرت عبدالله ابن مبارک یک مجاهد عالم دلیل اهل قرآن بود. دوستی داشت که ایشون در حرم در مکه و مدینه مشغول عبادت بود. در مکه مکرمه به عنوان امام و فقیه مسلمان ها شناخته می شد و حاجی ها می اومدن، هر سوال و هر چیزی داشت از ایشون می پرسیدن. ایشون هم دست تنها بود، کسی به شجاعت و جرأت عبدالله ابن مبارک رو سراغ نداشت. برای عبدالله ابن مبارک این نامه نوشت، بهش گفت که بابا تو رو چه جهاد، تو یه پیرمرد بیا توی مکه در کنار من بشین، جای عبادت اینجاست، جای نماز اینجاست، جای ملت اینجاست، مردم اینجا از تو سوال میپرسند، هر سوالی که جواب میدی خودت ببین چقدر اجر و پاداش داشتی. عبدالله ابن مبارک در پشت همون نامش
اومد و براش نوشت یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب. براش نوشت که ای کسی که در حرمین داریم عباده شغل عبادت هستی و اعتکاف نشستیم، اگر میدونستی ما در چه حال و هوایی هستیم اون وقت میفهمیدی که تو داری بازیگوشی میکنی، اصل زندگی اینجاست. ریح العبیر لکم و نحن عبیرون نهج السنابک و الغبار الاطیب. میگه تو با عطر و گلاب خودت رو خوشبو میکنی، اما ما اینجا گلابمون، عطرمون، این خاکی هست که از زیر سم اسبانمون غبارش میاد تو دماغمون میره و توی رو لباسامون میاد. تو میری برای خوشگذرانی اسب سواری میکنی که اسب سواری سنته، ما اینجا اسب رو در میدان نبرد سوارش میشیم و میتازونیم. ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذب. از پیامبر ما برای ما این امر اومده که هرگز دود آتش جهنم و غبار سم اسبان در یک دماغ با هم جمع نمیشن. اونی که در میدان جهاد هست و خاک و به سلام غبار معرکه و میدان نبرد به دماغش رفته، هرگز در این دماغ دود آتش جهنم نخواهد رفت. این هم بهشت اینجاست. این مفهوم بسیار مهمی هست. این رو وقتی کسی نمیدونه ایناست که شما میبینید برخی که این مفهوم رو نمیدونن. الان که جهاد فرض عینی بر هر مسلمان در حد توانش، این یعنی چی؟ یعنی اینی که جنگ امروز جنگ اسلام و کفره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ببین تو اینی که آقا اون چیزی که در غزه صورت میگیره یه منکر، کسی که حرفی نداره. پیامبر به من و شما میگه من را منکرن فلیغیره بیده. کسی از شما منکری رو دید، این ظلم و ستم رو که میبینی باید با بازوی توان دین عوضش بکنی. خب اونایی که اونجا هستن مجاهدان دارن این کار رو میکنن، تلاش خودشون رو میکنن. اونایی که در کشورهای اختناق هستن که فلسطین رو خفه کردن، مصری ها، اردنی ها، سوریه ها، لبنانی ها، اونها باید فرض اینه که به مرزها یورش ببرن و مرزها رو بشکنن و به داده برادرشون برسن. خب اون کسی که نمیتونه، فمن لم یستطع فبلسانه، اون کسی که نمیتونه هر جایی که هستی با زبانت تلاش بکن، مردم رو به تشویق بکن برای کمک به اونها، برای کمک به مجاهدون، برای کمک به مردم، برای رفع معضلات اون جامعه‌ای که اونجا هست، فقیران، مستمندان، زخمی ها، شهیدان، به هر صورتی باید تلاش بکنی، حرف بزنی. یعنی این حرف تمام مجالس ما باشه که آقا تو غزه چی میگذره، توی سرزمین شام چی میگذره، تو ترکستان چی میگذره، تو این منکراتی که هست. کسی که حتی این رو نمیتونه، اگر حرف بزنم زبانم رو از حلقومم در میکشن، جد کشور استبداد هست، ظلم و ستم و طغیان هست، اینجا نمیشه که حرف زن. اونجا و به قلبه، یعنی این تو قلبش خونینه، توی هر نمازی، توی هر سجدی براشون دعا میکنه، هر جا تلاش میکنه که راهی پیدا بکنه برای سخن گفتن، راهی پیدا بکنه برای تغییر با بازوهای توانمند. و اما اگر اینی کسی بی اعتنا باشه، بی توجه باشه، فلیس ورا ذلک خردل ایمان. کسی که بی توجه هست یک ذره ایمان هم توی قلبش نیست. نه، اینجا فضای ایمان هست، فضای جهاد فی سبیل الله هست و این جهاد همه رو در بر گرفته. این جهاد نمیدونم ارتش صلیبی با فلسطینی ها نیست، این جهاد جهاد ایمان هست، جهاد کفر و ایمانه. آقا مگه در خود فلسطینی ها افرادی نیستن که با کافر هستن؟ بله، منافق هست، کافر هست، همه چیز هست، اما اون وقتی نداره. این سرزمین
ایمان هست. یعنی الان یه فلسطینی بیاد به من و شما بگه آقا به شما چه؟ کشور منه فلانه. این چه هست؟ این برای ما مهم نیست. همونطوره که در بین ما خیلی ها هستن که آقا قضیه فلسطینه، به ما ربطی پیدا نمی کنه. بله واقعا برای اون ربطی پیدا نمی کنه، چون که این جنگ ایمان و کفره. این خودش مؤمن نیست، کافره، برای شرط به اهمیتی نداره، اما برای من و تو اهمیت داره. اون فلسطینی که میگه آقا شما رو چه، این سرزمین منه، اون یک خاک پرسته، اون یک ملحد هست، اون حرف اون برای ما ارزشی نداره. چرا؟ چون که نمیدونه که ما این جزی از ایمان ما هست، یا ارزش بالای دین ما هست، و ما به خاطر حرف نمیدونم فلسطینی یا به خاطر یه حرف نمیدونم خودی همچین کاری رو، مسیر خودمون رو، دین خودمون رو نمیذاریم کنار. بعضی ها رو میبینی که نه آقا چرت و پرت میگن و نمیدونم فلانو. نه آقا، میبینی خداوند متعال میمون چه میگه؟ خداوند متعال میگه اجعلتم سقایت الحج و عمارت المسجد الحرامی کمن آمن بالله والیوم الآخر و جهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. این امکان نداره که با هم مساوی باشن. یعنی میگه آقا اون کسی که میره برای حج، برای عمره، در مکه است، اونجا داره عبادت میکنه، صبح و شام دعا میکنه، گریه میکنه، خدمت حاجیان میکنه، انفاق میکنه که حرم رو توسعه بدن، ساختمونش رو بلند کنن، منارهاشو بیشتر بکنن، برای حرم، برای مکه مکرمه، برای مدینه نمیدونم فرش دستبافت میاره، خدمت میکنه، آب زمزم رو به همه میرسونه. خداوند به ما میگه اجعلتم سقایت الحج و عمارت المسجد الحرام، یعنی آب دادن به حاجیان و خدمت حاجیان کردن، نون و غذا دادن به حاجیان، چه عرض، چه عبادت بزرگی هست، بی‌نهایت بزرگ. خانه خدا رو خدمتش کردن، توسعه دادن، زمین کار کردن اونجا، چه خدمت بسیار بسیار خدمت بزرگی. اما خداوند متعال به من و شما میگه آقا همین چیزهایی که خدمت هست، این حج و عمره و عبادت هایی که چنین ارزش داره، اجعلتم سقایت الحج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر، شما اینها رو، اینها که بزرگند، عبادت بزرگند، اینها وقتی که در مقابل ایمان به الله و روز قیامت و جهاد فی سبیل الله می ایستن، این چیزی نیستن، اینها بزرگند در جای خودشون، اما قابل مقایسه با جهاد فی سبیل الله که اصلا نیستن. لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند ظالمان رو هدایت نمی کنه، ظالم راه رو از شاه نشون نمی ده. اون کسی که میاد مال و ثروتش رو در عبادت های فرعی به اصطلاح صرف میکنه، اینها ظالم هست. این کسی که میاد در این روزهایی که امت نیاز داره به جهاد با مال، این چسبیده آقا من میرم عمره میکنم، برای پدرم عمره میکنم، برای نمیدونم خالوم عمره میکنم، یه تو کندوری بسه رو بعضی ها درست کردن، آقا بدید برای تو حج بکنیم، برای تو عمره بکنیم، پول بدید دیگه. این بسلا عبادت های سرد، در وقتی که بازار جهاد فی سبیل الله گرمه و نیاز به جهاد با مال داره، وقتی که خداوند متعال به تو توفیق نمیده، تو این فهم و درایت رو نداری که بیایی با مال در راه الله جهاد بکنی و میری نمیدونم حج سنتی به جا میاری، برای بار چندم میری حج، خب بار دهم دارم میرم، من حجوجم، حاجی نیستم، نمیدونم میری برای عمره که سنت هست، پولت رو خرج میکنی، والله لا یهدی القوم الظالمین. اینها افرادی هستند که از بس ظلم کردن، از بس تو زندگیشون خلاف رفتن، به خودشون، به جامعه، به دینشون ظلم کردن، خداوند متعال مدارک فهم اینها رو بسته، اینها هدایت نمیشن،
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. اونهایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن در راه الله، جهاد کردن با مالشون، جهاد کردن با جانشون. اگر برای شما مقدور نیست که جهاد با جان بکنید، براتون مقدور باشه که جهاد با مال بکنید. عزیزانی که میپرسند آقا ما چطور بینیم به غزه نمیدونم فلان، عزیز من مجاهد غزه اصلا تو رو قبول نداره. شرط اینی که تو میخوای در جهاد شرکت کنی اونجا حفظ قرآنه، حافظ قرآنی. شرط اونجا که شرکت بکنی اینه که تو احکام دینت رو بلد باشی، چیزی از دینت میدونی، همین که داغ کردی نشون. اونجا کسایی رو که میبینید کاری که میکنند کاری نیست که از هر کسی بر بیاد. شما دارید با چش سر دارید میبینید طرف بدون حتی لباس نظامی، بدون کفش میره خودش رو میرسونه به اون تانک وحشتناک که از بالا هواپیما داره اون رو حراست میکنه و این تانک رو منفجر میکنه. این از هر کسی برمیاد نه عزیز من؟ بهت گفتم اگه میخوای در این جهاد با ما شریک باشی، با جهاد با مالت شریک شو. میخوای شریک بشی، صهیونیست‌ها رو توی همه دنیا در دسترست هستن، مردونگیت رو نجات نشونمون بده. میخوای در این جهاد شریک بشی، حداقلش اینه که پولت رو نده به این ظالمان ستمگر. از وسایل اینها، از تولیدات اینها خریداری نکن که اینها دارن پول میدن به ارتش اسرائیل و ارتش داره، یعنی هر کسی که داره از اینها خرید میکنه در واقع داره یک کودک کشه. یک کسی هست که در این خونها شریکه. پس این افرادی که با زبان دراز بر مجاهدین میتازن و انتقادات از این ور اون ور میکنن، نمیدن فایل ها و گذشته رو بیسن، پرونده های گذشته شون رو میارن فلان، عزیز من الان وقت جهاده. الان یا تو در صف مؤمنان هستی یا در صف کافران. اثار از وسط گرفتنی وجود نداره، یا قضیه سیاه هست یا سفید. آقا با سیاه ها هستی، مسیر جهنم رو داری پیش بینی. اگر با مؤمنان هستی و یوم ابیضت وجوههم، رو سفیدی، از رو سفیدان هستی، راهت به روی بهشت هست. و این جهاد هست. وقتی از پیامبر پرسیدن ای العمل افضل، بهترین عمل چه هست؟ فرمود ایمان به الله و رسولش. گفتن بعد از ایمان، خب این که اول دخول اسلام هست. فرمودند الجهاد فی سبیل الله. و این جهادی که امروز در فلسطین آغاز شده جهاد فلسطینی ها نیست، جهاد امته. همه باید در این میدان کارزار شریک باشیم. و قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیر انا و من اتبعنی. این مسیری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم انتخاب کرده. دعوت با حکمت و دلیلی و رشادت. این تنها کار پیامبر نبود، پیامبری که اومد برای بشر و بشر رو رشد داد و عروج داد. این همین پیامبر راهش اینه، میگه این راه منه و من اتبعنی و همه اون کسایی که در این مسیر با من هستن، انا و من اتبعنی. همه مؤمنون راهشون راه در کنار دعوت، در کنار ساختار جامعه، در کنار رشد جامعه، جهاد در راه الله متعال. و این میدان، میدان معرکه است. شما ببین در فلسطین اون کسایی که اونجا مورد ظلم قرار دادن ببین کی هستن؟ خواهر برادر من توی مسلمون هستن. اگر اینا مسلمون نمی بودند و چنین ظلمی بر اونها اعمال میشد، وظیفه من و توی مسلمون بود که بریم اونها رو از این ظلم نجات بدیم، چون که انسانن. یعنی اینها فقط به خاطر اینی که انسانند باید ما میرفتیم از اینها دفاع میکردیم. چرا که خداوند متعال به ما میگه و ملکم الا تقاتلوا فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء. یعنی چرا شما نمیرید دفاع کنید از مستضعفان؟ مستضعف
مسلمون باشه یا غیر مسلمون، وظیفه ما مسلمون هاست. در تاریخ میارن که جزیره کریت، این که از جزیرهایی که کنار تونس هست، اینا مسیحی بودن. برخی از اروپایی ها، رومانی ها اومدن و از خود مسیحی ها اومدن که جزیره اینا رو اشغال کردن و این بیچاره رو شکنجه می کردن. خوده اونا هم مسیحی، اینا هم مسیحی، به جون هم افتاده بودن. اهل این جزیره برای مسلمون ها در تونس نوشتن که ما آقا از طرف رومانی ها، از طرف اروپایی مورد ظلم و ستم قرار گرفتیم، بیایید به داد ما برسیم. اون وقت پادشاه مسلمون ها علما رو جمع کرد و ازشون پرسید. بعضی ها گفتن آقا به ما چه، ما بریم بچه های مسلمون رو به کشتن بدیم به خاطر نجات مسیحی ها؟ پادشاه به یکی از علما که هم مجاهد بود و عالم مجاهدی بود به نام اسد ابن فراد در مجلس نبود، گفت اسد کجاست؟ گفتن که نیومده. گفتن تا به صبر کنید که اسد بیاد. باز جلسه رو تشکیل دادن و این قضیه رو مطرح کردن. اسد رو به اینا کرد، گفت که یعنی این سوال اصلا جای مطرح شدنش نیست. مستضعفانی به ما نیاز دارن و ما لکم الا تقاتلوا فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چطور این مستضعف ها از زن ها و مرد ها و بیچاره های مستضعف هستند، مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، به شما نیاز دارن، شما چرا نمیرید به داد اونها برسید؟ مسلمون ها لشکرکشی کردن، جزیره کریت رو از دست اون ظالمان اروپایی وحشی های قالطاق آدمکش نجات دادن. بعدش که میخواستن از اونجا بیرون برن، همین اهل جزیره اومدن نه او شما حکومت این منطقه رو به دست بگیرید تا نکنه که این رومی ها بار دیگه برگردن. این مسلمان رو در طول تاریخی نه، مسلمان رو نمیبینی که یعنی پیامبر. شما تصور بکنید که در غزوه حنین، غزوه حنین کجاست؟ توی صحرایی، یعنی اونجا دیگه غیر نظامی وجود نداره، هر کسی اومده اونجا برای جنگ اومده. میبینن که در بین کشته های دشمن یه زنی هست، میپرسن که این زن رو کی کشته؟ کسی حق نداشت این زن اینجا چیکار میخواسته بکنه؟ حتما برای جنگ اومده. گفتن که بله این رو خالد ابن ولید کشته. خالد رو صدا زد، چرا کشته؟ یا رسول الله این جنگجوه، برای جنگ اومده، میخواست بزنه زنمش. یعنی الان برخی که میان میگن آقا چطور مسلمان ها، بابا اینهایی که دارن جهاد میکنن توی فلسطین اونا حافظای قرآن، دینشون رو از تو نیاز نیست که از تو یاد بگیرن، توی که نشستی زیر لحاف توی خونت برای اونها نقشه میکشی. یعنی به چه جرعتی، با چه نمیدن دینی به تو اجازه میده که چنین بر مسلمان ها بتازی، برای اونها نقشه بکشی؟ تو مگه در جو اونها قرار داری؟ تو میدونی اونجا چی میگذره؟ تو میدونی که در اسرائیل کسی به نام شهروند عادی وجود نداره؟ تو میدونی که تمام اسرائیلی ها زن و مرد، اونجا مثل اینجا که نیست، زن و مردشون باید نظامی باشن؟ کارمندایشون که هستن 11 ماه کار میکنن، 1 ماه آموزش نظامی دارن. کسی غیر مسلح توی اسرائیل وجود نداره. با این وجود شما دیدید مجاهدان رو که با چه در تمام توانشون رو به دست میگیرن که به پیرزنی، پیرمردی، نمیدونم کودکی کوچکترین ضربه‌ای رو نرسون، به زنها، خود زنهایی که گروگان گرفته بودن یا اونایی که رفته بودن، همشون دارن شهادت و گواهی میدن. اون وقت تو بیا اسیر رسانه‌های غربی باش و حرفای صهیونیستا رو توی رسانه‌ها بشنو و داغ کن و بر علیه مسلمان‌ها و مجاهدان زبان درازی بکن. اینا انسان‌های نمی‌دونم از کدوم قاره اومدن، چه نوع جناورایی هستن که چنین به خودشون اجازه میدن که به مسلمان‌ها بتازن و مجاهدان بتازن در حالی که این پیروزی‌ها رو می‌بینند. ما با این معرکه و حماسه 7 اکتبر شما می‌بینید چه بینشی در جهان در بین مسلمان‌ها عوض شد، چه
اعتماد به نفس چقدر بالا رفت، چقدر امید به آینده در مسلمان ها و در جوان ها تازه شد. این نسل، نسل عجیبی است. نسل وقتی که یهودی ها به حضرت موسی میگفتند که آقا ما نمیریم وارد فلسطین بشیم، این نفی آقا من جبارین، الان همون جبارا دوباره در همون حس ترس و وحشتی به یهودی ها تزریق شده از شجاعت و دلیری و رادمردی مسلمان ها. باید درک بکنیم که این جنگ، جنگ ایمان و کفر است. کفر عقب نشینی نمی کنه. ينفقون اموالهم ليصدوا في سبيل عن سبيل الله. اونا تمام مال و ثروتشون رو می‌ریزن تا جلوی حرکت اسلام رو ببینن، بگیرن. پس ينفقون ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. خداوند میگه بذار همه مال و ثروتشون رو در این راه هدر بدن. هدرش میدن. اقتصادشون فلج میشه. سپس از بین میرن. یعنی این اقتصادی که الان در اونها رو داره فلج میکنه، غرب رو فلج میکنه، تا که اینها میتونن دوام بیارن. اگر مجاهدان بتونن این معرکه رو طولانیش بکنن و دشمن رو بکشونن، یعنی یک حالتی که در اونجا یک انکماش اقتصادی به وجود میاد، تا 30-40 سال دیگه اینها نمیتونن اقتصاد خودشون رو را بندازن. این خسارت های وحشتناکی که اینها متحمل میشن، اینه که ما باید این رو درک بکنیم. نشه که در ابتدای کار داغ شده باشیم، آقا کمک جمع کنید برای مجاهدان و فلان، کم کم دیگه جنگ عادی شد، کم کم دیگه اسیر رسانه شدیم، کم کم دیگه انسان شد عدد. آقا تعداد کشته شده ها دیروز 12,000 نفر بود، امروز 13,000 شده، فردا 25,000 میشه، پس فردا، یعنی که فقط عدد شده. نه عزیز من، تو نگاه نکن که اونجا چه افرادی شهید میشن. اونهایی که شهید میشن لیاقت شهادت رو داشتن و خداوند متعال به این مقام اونها رو میرسونه. محوریت دید، محوریت آخرت هست، اونا ضایع نشدن. اما این نشه که ما عقب نشینی کنیم، این نشه که ما فکر کنیم که دیگه تموم شد، وظیفه ما تموم شد. نه عزیز من، وظیفه ما ادامه داره. ما باید همون طوری که مجاهدان در سنگرهاشون خواب ندارند و آماده هستند، باید ما در هر جای جهانی که هستیم با همون نیرو، با همون قدرت آماده باش باشیم، نه شب داشته باشیم نه روز در فکر اونها باشیم، در دعاهامون، در سجدهامون، در همه وقت همین جو رو ما به اصطلاح تو بهرش باشیم. این همه این ارتش هایی که تو کشورهای ما هستن خون ما رو بکیدن، یعنی 7 کشور در یکی از گزارش ها در 2021 میزان پولی که فقط برای اسلحه در 7 کشور منطقه‌ای مصرف شده بود 88 میلیارد دلار بود در یک سال. یعنی این همه مال و ثروت ما رو میگیرن، خون ما رو میکنن، این اسلحه رو جمع میکنن، واسه چی؟ اینجاست که دیگه مردم میفهمند این ارتش ها ارتش های ما نیست، این حکومت ها حکومت های ما نیست، اینها ساخته شده برای کشتن ما، اینها ساخته شده برای خدمت به مثلا دشمن. این پیروزی بزرگی که در غزه صورت گرفت و شبیه اون پیروزی هست که در افغانستان ما داشتیم، پیروزی ایمان بر کفر، پیروزی اسلام بر لشکرهای صلیبی. اینجا غرب داره خودکشی میکنه، غربی که ترس و وحشت از چین هست که به این منطقه میاد، الان داره در اینجا خودکشی میکنه. چینی ها خوشحالند، روزها خوشحالند، با آرزو دارند که این غرب اینجا تو این باطلاق غرق بشه. و این یک لحظه تاریخ ساز هست برای ما و این معرکه 7 اکتبر در واقع جوانها رو بیدار کرد، مفهوم جهاد رو در جامعه روشن کرد، عقیده ولا و برا رو به جامعه تزریق کرد. الان میدونی که عالم دین کدوم است، دین فروش کدومه، الان میدونی که مؤمن کدوم است، خائن کدومه،
الان میدونی که چطور میتونی خشم کافران رو بالا بیاری و چطور میتونی اونها رو از صفحه نیست وجود حذف کنی. الان میدونی که صفحه ایمان کجاست، صفحه نفاق کجاست. این رشادت ها و دلیری ها و مردانگی هاست که جامعه رو رشد میده. اینها باعث شده که ملت هایی به سوی اسلام بیان. اینجا شما میبینید که مردم دارن فوج فوج به سوی اسلام میان به عزت و کرامت و رادمردی و شجاعت عزیزانمون در غزه. باید در کنار اونها باشیم و این آغاز یک معرکه و یک حماسه جاویدان هست، حماسه پیروزی حق بر باطل، پیروزی ایمان بر کفر.